صبح بعد از اون و شب فوق العاده خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. دوستان عزیز، سوال ها که طبق معمول زیاده، ولی امروز من در مدیتیشنم گاید شدم که امروز برنامه رو با یک مدیتیشن کوتاه شروع بکنیم. بنابراین از همتون تقاضا دارم که اگر امکان داره بلند شین، یه دقیقه چراغای خونه رو یه خورده تاریک ترش بکنین و اینکه تلفن هاتون رو خاموش بکنین، یک جای راحت پیدا بکنیم و اینکه اگر که همه آماده هستین و چراغا رو خاموش کردین و تلفن رو خاموش کردین و نشستین، نشستن شما میتونه هر کجا باشه، میتونین روی مبل بشینین، اگر که میتونین چهارزانو بشینین، اگر نه میتونین پاتون رو دراز کنین، اگر روی مبل نشستین میتونین پاتون رو روی پا بذارین، اگر که دوست دارین میتونین دراز بکشین، هر کاری که دوست دارین انجام بدین. و بعد این که شروع میکنیم، چشمتون رو لطفاً ببندین و برای چند ثانیه میخوام خودمون رو دیسکونکت یا قطع بکنیم از ذهن یا افکار. بنابراین لطف کنین چشماتون رو ببندین، یک نفس عمیق از ته شکم و همینطور که این نفس رو میکشین به خاطر بیارین که چطور این انرژی زندگی وارد بدن شما میشه و با بیرون دادن اون نفس تمام استرس، ترس و نگرانی رو رها میکنین. یک بار دیگه نفس عمیق از ته شکم و در زمانی که داریم اون نفس رو میدیم بیرون، درخواست میکنیم که درس های زندگیمون رو به خوبی یاد بگیریم، درخواست میکنیم که متوجه سؤال اصلیمون بشیم که من کیستم و چیستم و برای چه به این دنیا اومدم. درخواست میکنیم که هوشیار و بیدار بشیم. درخواست میکنیم که متوجه بشیم یا به آگاهی ما برسه که هیچ کسی رو مقصر برای اتفاقهایی که در زندگی ما تا به امروز افتاده نمیگذاریم. تقاضا میکنیم که بتونیم مسئولیت پذیر باشیم و متوجه بشیم که تمام چیزهایی رو که ما تا به امروز تجربه کردیم فقط و فقط یک تجربه بوده و ما مسئول تمام این اتفاقها، جریانها یا تجربه هایی هستش که در زندگی ما خودشون رو نشون میدن. پس تقاضا میکنیم که بتونیم مسئولیت پذیر باشیم. با نفس دیگه‌ای که میکشیم، در زمانی که اون نفس رو بیرون میدیم، تقاضا میکنیم که یاد بگیریم که چطور در این لحظه باشیم و هر لحظه رو فولی به طور کامل در اون لحظه باشیم. تقاضا میکنیم که این به هوشیاری یا آگاهی ما برسه که هیچ گذشته و آینده‌ای در دنیای واقعی وجود نداره. پس بنابراین ما بزرگترین تجربه‌ای رو که میخوایم تجربه بکنیم در این لحظه بودن هست. پس با به خاطر آوردن که من تنها قصد و هدف اصلیم این هستش که در این لحظه باشم، تمام گذشته و خاطرات گذشته رو رها می کنم. با هوشیاری و آگاهی که به دست میارم، با وصل شدن و یکی شدن من با این هستی، به من کمک میشه که بتونم همه اتفاقهایی که در زندگی من تا این لحظه خودشون رو نشون دادن رو بپذیرم. و در این زمان هست که من اعلام میکنم که 100%
تسلیم هستم. تسلیم شدن من به این معنا هست که من تمام اتفاقهایی که در تصویر من هستن رو رها می کنم و تسلیم شدن من یعنی اینکه من تمام چیزهایی رو که در زندگی من خودشون رو نشون خواهند داد رو میپذیرم و یقین و باور دارم که همه اون اتفاقها بهترین چیزی هست که برای من قرار اتفاق بیفته. من یقین و باور دارم که همه خواسته های من خودشون رو نشون خواهند داد و من به این آگاهی یا هوشیاری میرسم که وجود اصلی من با کریئتر یا خالق این جهان هستی یکی هستش. پس از این لحظه به بعد با این انرژی که به من این هوشیاری یا آگاهی رو میرسونه، من متوجه میشم که من خالق تجربیات خارجی خودم هستم و از خودم این سؤال رو میپرسم که چه تجربه‌ای رو از این لحظه به بعد من میخوام تجربه بکنم یا زندگی بکنم. یک نفس عمیق دیگه و متشکریم که به این آگاهی و هوشیاری رسیدیم و متشکریم از اینکه تمام خواسته های ما دقیقاً در همون زمان درست اتفاق آهن افتاد. اوکی، خب دوستان عزیز میتونین چشماتون رو باز بکنین و اینکه بریم سر سوال های شما. خانومی گفته بودین که کمکاری غده تیروئید چه نوع ورزش هایی انجام بدیم، ورزش های هوازی یا این یا اون؟ کمکاری غده تیروئید عزیز یا اختلالات هورمونی، ورزش به خصوصی شما انجام نمیدین که اون مشکل از بین بره. پس در اول غده تیروئید چرا نظم خودش رو انجام از دست میده؟ چند تا دلیل داره. یکی از اونها همونطوری که میدونیم فشار فکری، روحی و استرس هستش. چون که در برنامه های پیش توضیح دادم که زمانی که ما زیر فشار فکری و روحی هستیم، ذهن ما، مغز ما بیشتر ادرنالین ترشح میکنه و ترشح ادرنالین هستش که نقش مستقیم روی ترشح غده تیروئید داره. پس بنابراین هر نوع ورزشی به این مسئله کمک میکنه، چون گفتیم که در واقع ورزش، چه شما دیابت داشته باشین، چه آرتروز داشته باشین، هر مشکلی که داشته باشین، ورزش هست که به طور مستقیم و غیر مستقیم روی تمام اون مسائل به شما کمک میکنه. اوکی؟ پس مرحله اول ورزش روزانه کمک میکنه، ولی در این حال هر چیزی که سیستم عصبی من رو به هم میریزه باید روی اون قسمت کار بشه. اوکی؟ خب اگر که به سلامتی کاری نداشته باشیم چند روز در هفته ورزش بکنیم. به طور کلی پیشنهاد میکنن که 3 یا 4 روز حداقل در هفته شما ورزش بکنیم، ولی این رو باید به خاطر داشته باشیم که از نظر من اگر که ما اون 3 یا 4 روز رو بیشتر بکنیم، به خصوص اگر که قصد شما این هستش که میخواین چربی بیشتری هم بسوزونین، بنابراین پیشنهاد من این هستش که 5 یا 6 روز در هفته یا حتی اگر شده 7 روز هفته، ولی روزهای مختلف شما ورزش‌های مختلف می‌کنین که در دورانی که فرضاً روز یک شنبه رو شما می‌تونین یک پیاده روی ساده بکنین یا می‌تونین کوهنوردی بکنین یا می‌تونین شنا بکنین و در روزهای دیگه فرضاً شما بدنسازی انجام بدین یا تنیس بازی می‌کنین. بنابراین بدن ما انسان‌ها ساخته شده برای اینکه
ورزش بکنه و هرچی ما بیشتر اون بدن رو به فعالیت میندازیم حال و روحیه ما بهتر میشه و هرچی که شما کمتر این بدن رو به فعالیت بندازین یا ورزش بکنین جوینت های شما قضروف ها خشک میشن اون چی میگن نرم بودن یا اون ترشحی که باعث میشه که این قضروف ها بهتر کار انجام بدن یواش یواش خشک میشن. پس فعالیت بدنی روزانه فوق العاده مهمه، ولی من پیشنهاد میکنم که شما کارهای مختلف در روزهای مختلف انجام بدید که تمام عضلات و تمام بدن شما به طور کلی کار بکنن. پس بنابراین اگر که فرضاً روی وبسایت من برین sudabe.com، من الان مجموعاً 16 تا دیویدی ورزش دارم، 2 تا دیویدی رقص هست، سالسا هستش، رقص عربی هست، یوگا هست، تای چی هست و تمام دیویدی های دیگه، کیک باکسین هست، تمام دیویدی های دیگه به فرم های مختلف و عضلات مختلف رو استفاده می کنن. بنابراین هر روز هفته شما یک نوع کار انجام میدین و اون زمان و دوران ورزش شما فرق می کنه. فرضاً شما یک روز یه ساعت یک ساعت و نیم ورزش میکنین، یه روز دیگه روز بعدش میتونه دوران اون مثلا نیم ساعت تا 40 دقیقه باشه، ولی هر روز این تمرین رو به بدنتون بدین که حال و روحیتون بهتر بشه، گردش خون بهتر بشه، ریه های شما در زمانی که اکسیژن وارد میکنین و موناکساید خارج میکنین بهتر میشه و به همه قسمت های بدن شما به خصوص به استرس و دیپرشن و انگزایتی شما کمک میکنه. اوکی؟ پس این از این. حالا بریم سر سوال بعدیتون. گفته بودین که غده تیروید به صدق جنین ربطی داره؟ نه از نظر من. چربی که در یک ناحیه جمع میشه ربطی به چیز به خصوصی داره؟ تا بله. اولا این که فرضاً خیلی از اوقات وقتی من افرادو میبینم بهشون میگم شما گروه خونیتون اوه یا گروه خونیتون به، اون به خاطر فرمی هستش که بدن اینها چربی رو نگه میداره. پس بنابراین میبینیم که یه سری از افراد بیشتر چربی رو در ناحیه شکم نگه میدارن، یه سری از افراد بیشتر در بالا تنه، پشت بازو، بغل، جایی که شما خط سوتینتون هست جمع میکنه. پس گروه خونی شما باعث میشه که شما بیشتر در چه ناحیه چربی جمع میکنید. و بعد اینکه دو مرتبه ما میگیم یه سری از افراد اپل شیپ هستن، فرم سیبن که بیشتر حالت گرد و در ناحیه شکم جمع میکنن، یه سری پر شیپ هستن، فرم هیکل گلابی که بیشتر در ناحیه پایین تن و رون و باسن و اینا جمع میکنن. و بعد دو مرتبه اون چربی در کجا جمع میشه؟ خب اینو ما میدونیم که بعد از تحقیقات گفتن که استرس و انگزایتی و دیپرشن، انگزایتی هم که میشه وقتی که من فشار فکری و روحی رو دیگه مستر کردم، دیگه به مرحله آخر رسوندم، مدرک گرفتم، میشه انگزایتی، پله بعدی بعد از فشار فکری و روحی هستش. پس در اون زمان وقتی فشار روحی من زیاد هستش، چون بدن کورتیزول ترشح میکنه و ذهن ما به جای اینکه سراتونین و ملاتونین و نمیدونم چیزهایی که آرام بخش میده تغییر پیدا میکنه، شما بیشتر در ناحیه شکم چربی جمع میکنید. پس اونی که شما چربی رو کجا جمع میکنید بستگی به این مسائل داره. و بعد دو مرتبه اینکه شما چه فرمی غذا میخورین دو مرتبه برمیگرده به اون که خب همه ما میدونیم که وقتی ما بیشتر کاربوهیدرات میخوریم، نون و برنج و پاستا و نمیدونم این داستانا، بیشتر باعث میشه که چربی در ناحیه رون و پا و اینا. برای همین هستش که میبینیم خانم ها اکثرا به خاطر استروژن هورمون زنانه و به خاطر کشششون بیشتر به مواد نشاسته و قندی، بیشتر چربی رو در پایین تن جمع میکنن، در رون و باسن و این قسمت. اوکی، این از اون. خانمی گفته بودین که 4 سالیه که روی رژیم من هستیم، یک لکه روی صورته که با چیزای شیمیایی از بین نرفته. و اینکه اولین چیزی رو که من میخوام به تو بگم اینه که اون لکه رو ولش کن، چون که اینجوری که پیام گذاشتی که همه چیزای شیمیایی رو امتحان کردم و نشده، چرا انقدر تمرکز من روی یه لکه است؟ و چون که تمرکز من بیشتر روی اون لکه هستش، اون لکه به قول خودت داره تیره تر میشه. اوکی؟ پس بنابراین سؤالی رو که تو
من میخوام که بشنوی منو و جا بیفته این هستش که یکی این که چرا ذهن من، حواس من مثل لیزر رفته روی این لکه، و دوم این که این لکه چه معنی داره، یعنی که در زندگی من، در وجود من، در اون قصد هدف اصلی که من در این دنیا هستم چیه؟ آیا من در این دنیا اومدم که با یه لکه روی پوستم کشمکش بکنم، یا اینکه من برای هدف و قصد مهمتری در این دنیا اومدم؟ بنابراین این بخشی هستش که تو میخوای خیلی روش تمرکز بذاری، ولی چیزایی که کمک میکنه برای سفید کردن یا از بین بردن لکه، یکی جوش شیرینه. وقتی که جوش شیرین رو شما میتونین با آب یا میتونین با سکویز فشار دادن لیمو یا لایم با هم دیگه قاطی بکنین، میتونین با سرکه سیب قاطی بکنین. سرکه سیب به طور کل یکی از بهترین تونرها هست برای پوستتون، که پوست رو تمیز میکنه، سلول ها رو میبنده، جمع‌تر میکنه، همه اینا. و پودر ویتامین سی، حالا اونم میتونین با آب قاطی کنین، میتونین با روغن قاطی بکنین. پودر ویتامین سی بلا فاصله سفید میکنه و میدونیم که ویتامین سی به طور کلی کلاژن میسازه. اما برای شما این داستان رو به کل بنداز جو. راجب دکتری که پرسیده بودی که آیا ساپلمنتاشون اوکی هستش و من ایشون رو میشناسم، بله، ایشون چندین سال، دو سال خورده ای اسپانسر برنامه من بودن و پروداکتاشون خوب هستش. منتها برای قیمتی که شما پرداخت میکنین من مطمئن نیستم، برای اینکه به عنوان کانسیومر، کسی که خرید میکنه، باید به خاطر داشته باشیم که اینگریدینت، چیزهایی که در اون قرص میاد، یک مقداری با همدیگه میتونن فرق بکنن طبق کمپانی هایی که میزنن. اما چیزی رو که میخواین در نظر داشته باشین هستش که گاهی اوقات قیمت اینها خیلی بالا میره، و نه به خاطر اینکه کیفیتش فوق‌العاده آنچنانی هستش. گاهی اوقات پولی اضافه که شما میدین به خاطر مارکتینگه، که چقدر اینا خرج تبلیغات میکنن یا چقدر خرجهای دیگه دارن که کشیده میشه روی اون ساپلمنتی که شما تهیه میکنین. بنابراین خب همه کسایی که قاعدتا میان راجع به ساپلمنت صحبت میکنن، میگن که ساپلمنت من بهترین ساپلمنته به خاطر اینکه اینو اینو اونه و چیزام همه 100% ارگانیکه و نمیدونم از این داستانا. ولی دیگه بهتون بگم، اون قیمتایی که پرداخت میشه قیمت اون ساپلمنت نیست، بلکه قیمت چی میگن، همون ادورتایزینگ، تبلیغات و آگهی‌هایی که میشه. ولی من ترجیح دادم که اسم ایشون رو نیارم. چیز دیگه که بریم سر بابا خانم دیگه که گفته بودیم کارم خیلی زیاده، از 7 صبح تا 8 شب میستم، میگن که رحم گشاد میشه. من نمیدونم دوستان، بعضی از موقع ها رحم یک عضله است مثل هر عضله دیگه توی بدن، و ایستادن من یا نشستن من یا هیچ کدوم از اینا رحم رو گشاد نمیکنه. بنابراین ولی ورزش هایی که شما انجام میدین که تمام بدنتون رو یا عضله رو منقبض و منبسط، باز و بسته میکنین، اون کمک میکنه که اون عضله قوی بشه. ولی اینکه شما یه سری اینا حرفای مادر بزرگی قدیمیه که نمیدونم تناب بازی نکنین رحمتون میفته و نپرین این میشه و این داستانا، از نظر علمی درست نیستن. سوال دیگه، سفیده تخم مرغ اگر 8 تا 10 تا بخوری اون خط بغل لبخند رو از بین میبره، چون باعث کلاژن سازی میکنه، نه توی اون داستانی که شما فکر میکنین. ولی بازم ببین عزیز، من میخوام که ماها خانوم ها، میدونم که الان آقایونم اومدن توی درجه خانوم ها و این حرفو شاید در این، من که تلویزیون ایرانی شروع کردم سال 2000، الان 2013 ایم، 13 ساله که من برنامه تلویزیونی دارم و این حرف رو به احتمال زیاد خیلی زیاد شنیدین. منتها چیزی رو که میخوام توی توجه ما بیاد این قضیه هستش که چون کار خود من هم این روزا تک به تک با افراد کار کردنه، میبینم که ماها نمیشنویم و این یه مشکل خیلی بزرگه.
و دیروز که دو مرتبه با یک کسی صحبت میکردم که دو مرتبه میدیدم ایشون نمیشنون، باز دوباره به توجه من اومد که ما واقعا باید روی این قسمت کار بکنیم. به خاطر اینکه وقتی که یک صحبتی گفته میشه و شما میشنوینش ولی نمیگیرینش، یعنی شما نشنیدینش. چون واقعا نمیشنوین و جا نمیفته، بعد شما نمیتونین اونو توی زندگیتون استفاده بکنین. و صحبتی که دیروز به توجه من اومد با کسی که صحبت بکردم این بود که فرضاً شما توی رابطتون با یک کسی مشکل دارین و اون شخص مرتبا داره به شما میگه که ببین این کار تو منو اذیت میکنه، فرضاً وقتی تو بلند صحبت میکنی منو اذیت میکنه، ولی ما اینو میشنویم منتها چون جا نمیافته مرتبا اون بلند حرف زدن رو تکرار میکنیم، یعنی که اون حرف رو نشنیدیم. چرا شنونده خوب بودن؟ چون که تو انگلیسی هم میگن این یک آرته، شنونده خوب بودن یک هنر فوق‌العاده بزرگه. و چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اگر که من حرفای عادی رو نمیتونم بگیرم، اون یونیورسال، اون وحی یا پیامی که از طرف این دنیا هم داره مرتبا به من داده میشه، من نمیگیرم و نمیشنوم. برای همینه که اکثر ماها گیج و گمیم، برای همینه که تو زندگیامون احساس میکنیم این همه مشکل داریم، برای همینه که ما حرفای عرفانی رو الان هم که دیگه یک حالتی توی امریکا و خیلی از جاها مثل این که فرضاً دنیای اسپریچوالیتی یا دنیای عرفانی هم مد شده، یعنی این که خیلی از افراد بیشتر دارن به این طرف میرن، مثل این که یه چیزیست این thing که آره من توی دنیای عرفانی هستم. پس بنابراین هر موقعی که ما میخوایم ادای یه چیزی رو در بیاریم، حالا من لباس هندی بپوشم و قیافمو اینجوری بکنم و لباس اینجوری بپوشم، هر موقعی که ما یک ماسک یا یک عبایی در مورد یک چیزی میذاریم، ما فیک میشیم، غیر واقعی میشیم. پس در مرحله اول عرفان اصلا یعنی چی؟ عرفان یعنی که من خود رو بشناسم و از حس خودپسندی دور بشم و تمام این مادیات و این داستانا رو بریزم دور. پس من اگه میام یه خال میذارم اینجام، معنیش اینه که من میخوام یه چیز رو تقلید کنم یا به زور به یه کسی بگم که ببینین من توی این دنیای عرفانی هستم، که اینا هیچ کدومش ضروری نیست و فقط نشون میده که من به فشار میخوام یه چیزی رو بقبولونم به دیگران. اوکی؟ پس بنابراین وقتی که برمیگردیم به اون قضیه شنیدنه، تمام کسانی که میرن دنبال این راه و افتادن در این راه مرتبا میگن میشنوم ولی سخت روزانه تمرین کردنش، خیلی سخته، به خاطر اینکه جا نیفتاده. و تا زمانی که ببینیم، بازم دو مرتبه مثل تیپ ریکوردر خودم رو تکرار میکنم، اون کلمات قشنگ باید 24 ساعت زندگی بشن. پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک باید بخشی از وجود من بشه که من 24 ساعت اینو زندگی بکنم. اوکی؟ ولی دو مرتبه دیروز در یکی از سشنای من میومد که این دختر خانم به من گوش که من همه اینا رو میدونم، ولی دو مرتبه میفتم توی قضايا و اونم اوکیه که ما میفتیم توی قضايا، ولی وقتی که متوجه میشیم با مرور زمان، اگر شما قبلا 10 بار در روز دروغ میگفتین که فکر میکردین، حالا یه تو انگلیسی میگیم white lie، دروغ سفیده، حالا همچین مهم که مهم که نیستش، که تأثیری هم که نمیذاره حالا من این دروغ رو بگم، خب پس چرا میگین اگر که مهم نیست و یه چیز کوچیک و سبکه؟ ولی وقتی که من شروع میکنم تمرین کردم، اگر در اول 10 بار دروغ میگفتم که دروغ کوچیکی بود و فکر میکردم که حالا به کسی هم که ضرر نمیزنه، الان اون 10 بار رو با متوجه شدن من یواش یواش میشه 8 بار. یواش یواش تا میام اون دروغه رو میگم، خودم رو نگر میدارم و میگم چرا من الان فکر میکنم احتیاج دارم که این دروغ رو بگم. پس بنابراین با مرور زمان اینا هی کمتر میشه.
اگر قبلا شما کنترلتون رو بلافاصله از دست میدادین و اصلا هیچ آگاهی و متوجه نبودین، الان ممکنه 5 بار در روز یهو به هم بریزین و یهو به کس دیگه بپرین، ولی همون پیش رفته. پس مسئله این هستش که به جای اینکه ما انسان‌ها با خودمون سرسخت باشیم، که یکی دوباره از داستانای ما انسان‌ها اینه که ما خیلی با خودمون سرسختیم و خیلی خودمون رو میزنیم و میکوبیم، به جای اون قضیه هر پیشرفت کوچیکی رو ما جشن بگیریم که الان من این دروغه رو نگفتم، یا الان که این داشت این کار رو میکرد معمولا این کار من رو اذیت میکرد ولی الان دیگه من رو اذیت نکرد. پس مرتبا به یاد داشتن و تشویق کردن خود من، چون ماها انسان ها هممون با تشویق پیش میریم، چون تشویق دو مرتبه یک انرژی مثبته. پس بنابراین خودم رو تشویق میکنم که الان که این کارو کرد معمولا من جیغ و هوار میکردم ولی الان ریاکتیو نبودم یا عکس العمل نشون ندادم در موردش. پس جشن گرفتن هر یکی از اون چیزهای کوچیکی که ما به دست آوردیم مهم هستش. پس بنابراین آره، این هم از این داستان. این خانم ارشادی که لطف کردین چندین دفعه از سوئد برای من تماس گرفتین برای مصاحبه تلفنی، خواهش میکنم که به sudibernet@yahoo.com ایمیل بزنین، چون که 2 هفته است نتونستیم با هم دیگه تماس داشته باشیم. حتما خوشحال میشم برای مصاحبه، ولی باید لطف بکنین به sudibernet@yahoo.com ایمیل بزنین، شماره تماستون رو بدین، یعنی که من بتونم شماره مستقیم بدم که بتونیم با من تماس بگیرین. در ضمن خانمی لطف کردین چندین بار از نیوزیلند برای من پیام گذاشتین که میخوان من رو برای سمینار به نیوزیلند بیارین. شما هم همینطور اگر لطف بکنین که یک این که شماره شخصیتون رو بذارین و دوم این که به sudibernet@yahoo.com ایمیل بزنین. ولی به غیر از اون دوستان عزیز، هر سوالی راجع به چاقی و لاغری و هیکل و رابطه و نمیدونم میخواین لایف کوچینگ با من بگیرین، تو زندگیتون موندین، به sudiyazdi@yahoo.com ایمیل بزنین. خیلی خیلی هم متشکر. خب بریم سر خانمی که گفته بودین بیماری ناخون. ببین عزیز، تمام سوالهایی که پرسیده بودی، بیماری ناخون وقتی که ترک میخوره دورش ریش میشه، نمیدونم کج میشه، صاف در نمیاد، تیرگی پوست، زانو و آرنج، پف روی چشم و سیاهی زیر چشم، تمام سوالهایی که پرسیدی برمیگرده به کبد. راه درمان چیه؟ راه درمان یکیه. متوجه بشیم در اول که کبد ما چه نقش بزرگی رو ایفا میکنه در حضور من.